گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری انستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم، درباره مهمترین مسئله را صحبت خواهیم کرد. 4 ماهی اول سال 2016 برای تاجیکستان عادی نبود. با مشکلات اقتصادی پرابلم‌ها در بخش امنیتی کشور زم شدند. حکومت را عملیات‌های فعالانه تشویقاتگران سازمان دولت با نام اسلامی نگران کردند. از آغاز سال جاری در کشور یکچند مرافع سودی نسبت از آن گروه‌های فرادگر برگزار گشتند و در این خصوص است گزارش نوبتی کلیم فسخودینوف. ماه اپریل در دوشنبه مرافعه سودی پرسر و صدا برگزار گشت. عبدالشونده نسیم خوشوقتوف را هنگامی به ترکیه سفر کردنش کارمندان خدمات مخصوصی روسیه دستگیر کرده به جانب تاجیکستان سپاریدند. در رفت تفتیشات آشکار گردید که نامبرده نیتی به گروهی به نام دولت اسلامی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان ممنوع اعلان گردیده است بپیوندد. با قرار دادگاه نسیم خوشوقتوف گناهکار دانسته به مهلت 6 سال از آزادی محروم کرده شد. متاسفانه در تاجیکستان این یگانه پرونده نسبت افرادی به گروههای افرادگرا پیوسته نیست. از آغاز سال روان مقامات حفظ حقوق چندین تفتیشات دیگری مربوط به این قضیه را انجام دادند. حراس حکومت تاجیکستان از آن است که افرادی با عضویت گروه‌های تروریستی پیوسته به وطن برگشته به امنیت مردم عادی کشور خطر ایجاد می‌کنند. میگوید تحلیلگر مستقل اید به مسائل امنیتی جمشید محمدجانوف. اکثریت شهروندان ما طریق قلمرو روسیه به سوریه سفر میکنند. برخی از آنها در آنجا در عملیات های جنگی شرکت کرده به وطن برمیگردند و میتوانند به کارهای تشویقاتی و عملیات های تروریستی دست زنند. هنوز سال قبل تاجیکستان از تمام شهروندان خود که در عراق و سوریه در عملیات های جنگی شرکت میورزند دعوت به عمل آورد تا به وطن برگردند. در صورت توبه کردن آنها از جوابگری جنایی آزاد کرده میشوند. از این وعده حکومت نزدیک به 120 نفر استفاده بردند. آنها زیر نظارت روانپزشکان و مقامات قدرتی قرار دارند. در همین حال طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز در شرق نزدیک بیش از 1000 شهروند کشور قرار دارند. این ارقام نگران کننده است، میگوید معاون اولی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیفلو سفاروف. البته کسی کار میکند، کارهای تشویقاتی میبرند و بعد آنها را آماده میکنند. شهروندان ما باید دانند که راهی برگشت دیگر از آنجا نیست. آنها چیپتا را تنها به یک جانب میگیرند. حکومت تاجیکستان اظهار میدارد که تمام اطلاع در مورد شهروندان خود در شرق نزدیک قرار داشته، راه های پیوستن آنها به سازمان در تاجیکستان و روسیه ممنوع دیش در دست دارند. نام و نسب همه آنها معلوم است. مقامات امنیتی از تمام اصول های تشویقاتی نیز معلومات دارند. در اینترنت بیش از 7000 تورنمای دارای مواد های ترغیباتی به زبان های روسی، پرسی، عربی و انگلیسی هستند. میگوید کارشناس مسائل افرادگرایی اسلامی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان شیرعلی رضایوف. امروز افرادگرایان اصولهای گوناگون آگاه کنی را استفاده میبرند. ثبت های ویدیویی و آودیویی دارند که با جلب تاجیکستانیان با عضویت دیش روانه شدند. اگر تحقیقات بریم میتوانیم تدبیرها را نیز اندیشیم. تحلیلگران و کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیک از نارسایی متخصصان در بخش مبارزه با جلب شهروندان توسط اینترنت تنقیسی میکشند. چند پیش در دایره جلسه وزیران کارهای داخله وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده از روسیه و خطای کمک پرسید. نیروهای امنیتی تاجیکستان تصمیم دارند برای مبارزه بردن با افرادگرایی در اینترنت در مسکو و پکین متخصصان حرفه‌ای را آماده کنند. جانب دوشنبه الکای فهمید که بستن دسترسی به این یا آن رسانه راهی حل مشکلی بودن نمیتواند. به اندیشه شیرعلی رضایوف حکومت باید برنامه اطلاعاتی ضد اکستریمیستی را در اینترنت راه اندازی کند. من فکر میکنم اگر یکی از تلاش های کشور را به بخش اطلاعاتی روانه کنیم، این میتواند سطح افرادگرایی را پست کند. چاره های پیشگیری کننده باید پیش از همه ذهنی باشند. مواد های ذهنی که به تحریزی من بعده مناسبات اجتماعی روانه شدند، امکانی پست کردن سطح افرادگرایی را دارند. معلومات اول در بوره شهروندان تاجیکستان که در سوریه جنگ میکنند 4 سال قبل به دست آمده بودند. آن زمان مطبوعات تاجیک با استناد به وعای عربی
پاکستان در مورد احمد نام پسر 9 ساله تاجیک مواد نشر کرده بود. این نورس میان جنگجویان و شهروندان آسیای مرکزی و روسیه که به سوریه آمدند نقش ترجمان را اجرا میکرد. با مرور زمان مقامات امنیتی کشور آمار تعداد تاجیکان که به دیش پیوستند و حتی نام و نسبشان را افشا کردند. همه این گواهی آن است که ساختارهای حفظ حقوق از رابطه تاجیکستانیان با دیش آگاه هستند. ابراز داشت کارشناس مسائل امنیتی جمشید محمدجانوف. могли поставить задачу структурам МВД ГКНБ. حکومت ساختارهای وزارت کارهای داخله و کمیته امنیتی دولتی را در ناحیه و جماعت ها وظیفه دار کردند تا دقیق بفهمند که با جنگ با سوریه و عراق رفتند. این افراد خواه نخواه به نزدیکانشان با علاقه میبرایند طریق تلفن و یا اینترنت. همه این معلومات را جمع آوردند. فرار کردن فرمانده اطراد تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخله تاجیکستان گلمرود حلیموف و سوریه و پیوستن او به دولتی به نام اسلامی مهمه سالی سپری گشته یکی از قضیه های پرسر و صدا ترین بود. در یک نوار ویدیویی او به هموطنانش نیز تهدید کرد. ماه ینوار سال جاری وزیر کارهای داخله تاجیکستان رمضان رحیمزاده خبر داد که فرمانده فراری زخمی شده اکنون به خواجگان افرادگرایی خود نودرکار شده است. به اطلاع حکومت کشور در 3 سال اخیر در عملیات های جنگی بیرون از کشور بیش از 1500 تاجیکستانی جان خود را از دست دادند. گزارش را گلین فسودینوف از شهر دوشنبه آماده کرده است. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکل خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44-640-10-11 زنگ زنید. برنامه مذکور بود از گرین سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. با شما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشه که در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.